از ادب و احترام به شما امیران عزیز ارجمندم، هنوز این سوال مطرحه که چگونه کشورهایی مثل هندوستان با شمار اندکی تلفات به خاطر شیوع ویروس کرونا، اونم کشوری که هزارها کیلومتر هم مرز چینه، کشورهای حوزه آسیا و نزدیک به چین مثل مالزی با شمار اندکی، حتی افغانستان که بالاخره هم مرز چینه و چندین کشور دیگه از جمله تایلند. تایلند هم 47 مجموعه تلفاتش بوده. در ایران ما با اینکه فاصله زیادی با ووهان داره، 6000 کیلومتر، مسئله ویروس به طور تعمدی وارد کشور شده، حالا تعمدی یا ناخواسته، ولی به هر حال نقش نهادهای حکومتی در این وسط غیر قابل انکار، از جمله شرکت هواپیمایی ماهان، طلبه های چینی که در ایران بودن، نقل و انتقال ثروتمندان چینی از منطقه ووهان به بقیه کشورهای دنیا از طریق شرکت هواپیمایی وابسته به سپاه پاسداران هنوز سوال. نمانم امروز همینان ارجمندم با کی هستیم؟ با آقای دکتر مسعود نقل‌کار عزیز در ایران، فغان و فریاد کادر درمانی کشور، پزشکان سرشناس مملکت و آسمان همینطور استادان دانشگاه نظام پزشکی از این همه دخالت مراجعی که سر از کار پزشکی در نمیارن اما در امورش دخالت میکنن، اعزام به اصطلاح لشکرهایی به مراکز درمانی، به بیمارستانها، اسباب مزاحمت برای پزشکان و کادر پرستاران هر بیمارستان و خلاصه طب اسلامی، مجموعه اتفاقاتی که افتاد و ضد عفونی های غیر حرفه‌ای و غیر لازم در سطح شهر که توسط گروه های صورت گرفت که اصلا در این زمین ها نه شناختی دارن و نه سابقه و پیشینه. آقای دکتر مسعود نقل‌کار عزیز، درود بر شما. آد سلام و درود دارم برای شما و همینطور بینندگان محترم برنامه‌تون. خوشحالم با شما هستم. ممنونم دکتر نقل‌کار. دوباره سرسدای پزشکان مملکت با آسمان نامه نگاری کردن و از این همه دخالت‌های بیجای روحانیون و گروه های نظامی و شبه نظامی اعتراض کردن. بفرمایید. ببینید، این فاجعه و بحران کرونا در میهن ما باعث شد که یک بار دیگه نقش مهم پزشکان و به طور کلی کادر درمانی در جامعه ما خودش نشون بده، به ویژه اون بخش از پزشکان و کادر درمانی که به هر حال احساس تعهد میکنن برای خودشون جدا از نقش درمانی و بهداشتی نقش اجتماعی هم قائل هستن. خب میدونید که جامعه پزشکی ایران واقعا یه بخش عظیمیش پزشکانی هستن که به مسائل اجتماعی چندان توجهی ندارن، به ویژه در حکومت اسلامی که به نوعی میشه گفت حتی مغزشویی و ایدئولوژیزم شده هستن شدند. ما این رو در رابطه با حضور برخی از پزشکانی مثل دکتر منافی، دکتر ولایتی و امثال هم در حکومت میبینیم و یا تغییرات و وقایعی که در نظام پزشکی ایران اینها سبب شدن. منتها یک بخش دیگه از پزشکان و کادر درمانی در جامعه ما در این 14 نشون دادن که نسبت به مسائل اجتماعی و آنچه که در جامعه میگذره و بر مردم میگذره حساس هستن و واکنش نشون میدن. خب در رابطه با بحران و فاجعه کرونا هم در جامعه ما این رو شاهد بودیم و هستیم، جدا از فداکاری هایی که کردن، جدا از کارهایی که این عزیزان در خط مقدم جبهه در مبارزه با ویروس کرونا و کرونا داشتن، ولی نسبت به آنچه که در جامعه ما میگذره هم حساسیت نشون دادن نسبت به برخورد حکومت اسلامی با مسئله کرونا و همینطور نسبت به
مسائلی که در چارچوب مسائل بهداشتی درمانی مطرح میشه. اخیراً نامه‌ای دادن تعداد زیادی از پزشکان خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آقای دکتر نمکی. این نامه به نظر من نامه با ارزشی است، یکی از نامه‌های ماندگاری است که پزشکان در یک همچین شرایطی دادن. در این نامه من اگر خیلی سریع بهش اشاره بکنم، این پزشکان در واقع به وزیر بهداشت هشدار میدن که در واقع کارهای مربوط به کرونا و بیماری کرونا رو در سطح کارشناسی، حتی کارهایی که در عرصه بهداشت و درمان آموزش پزشکی است، پیش ببرن و نگذارن تحت شعاع دیدگاه های ایدئولوژیک قرار بگیره. برای اینکه به تجربه خود همین پزشکان و به تجربه همه ما، حکومت اسلامی به عنوان یک حکومت توتالیتر عرصه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را میدونید اسلامیزه و ایدئولوژیزه کرده و ادامه داره میده. بنابراین یکی از توصیه های این پزشکان در واقع همین نکته است که به نظر من بسیار پر اهمیته. در همین نکته این پزشکان، در همین به هر حال گوشزدی که به وزیر بهداشت کردن، منظورشون اینه که در عرصه کارشناسی، میدونید در رابطه با کرونا وزیر بهداشت به هر حال پیشنهادهایی رو که سازمان بهداشت جهانی مطرح میکرد و تجربه‌ای که به هم میشه رو به عنوان دستورالعمل مطرح میکرد، ولی دولت آقای روحانی، بسیاری از افراد کابینه و همینطور ارگانهای دیگه یک مسیر دیگه ای رو پیش بردن و پیش میبرن و در کنار اینها هم کسایی که مسئله طب اسلامی، طب خرافی و بحث خرافات و اینها رو هم مطرح میکنن هم باز در یک عرصه دیگری. بنابراین این پزشکان هشدار دادن که بهتر است برای یک نگاه کارشناسانه به این امر بشه. ضمن این که خب توصیه هایی هم دارن در رابطه با وضعیت پرستاران، در رابطه با وضعیت پزشکان در بیمارستان ها، در رابطه با اون ناهماهنگی که در نظام بهداشتی درمانی و آموزش پزشکی ما هست، اون بی‌عدالتی هایی که هست و اون در واقع کنترلی که بازار روی امر سلامت جامعه داره. بازار در این معنا که دولت هیچ کنترلی رو بازار نداره، حتی دست خودشه، ولی بازار یک بازار محتکره که ما لااقل در رابطه با کرونا دیدیم سعی میکنن احتکار کنن به موقع، به هر حال با سودهای بیشتر نیازهای مردم رو در اختیارشون قرار بدن، مثل اون احتکار ماسک و مواد ضد عفونی. بنابراین مسئله کنترل بازار رو مطرح میکنن این عزیزان، این پزشکان، که اشاره دارن به همین مسئله احتکار، گرانفروشی و مسائل مربوط به امر سلامت جامعه. برای نکاتی که در این نامه سرگشاده مطرح میشه و توسط این پزشکان مطرح شده، نکات بسیار پر اهمیتی است که من امیدوارم وزیر بهداشت و آموزش پزشکی بهش توجه بکنه، که ظاهراً هم نشون داده توجه کرده. تنها عوامل غیر کارشناسانه، همون نمونه هایی که عرض کردم، دخالت میکنن و وضعیت بحرانی کرونا رو در جامعه ما بحرانی تر کرده و خواهند کرد. آقای دکتر نقره‌کار، با انقلاب اسلامی در ایران 13,000 پزشک کشور رو ترک کرد. اینا سرمایه های بزرگی مملکت بودن، برخی از اونها جز برترین پزشکان دنیای وقت. به خاطر هم هست که آقای عبدالکریم سروش مقاله انتشار دادن، اگر اشتباه نکنم در روزنامه اطلاعات، و در اون گفتن بیماری به اصطلاح بیماری که بر انسان عارض میشه خاص خداست و خود او بیماری رو شفا بده. این رو کسی میگفت که ازش با عنوان نظریه پرداز جامعه اسلامی یاد میشد، به کسی بود که قرار بود دانشگاه ها رو به سمت رستگاری مذهبی هدایت بکنه. از اون زمان به بعد تحقیر
علم پزشکی انواع و اقسام و انواع مختلف ادامه پیدا کرده وسیله کسانی که معرف به طب اسلامی بودن، رادیو تلویزیون در اختیارشون بود، اغلب اونها مصاحبه میشد، در سریال ها و فیلم های تلویزیونی اغلب سعی میشد که پزشکان تحقیر بشن، کادر درمانی کشور تحقیر میشد، از اونها به عنوان سوداگر یاد میکردن، کسانی که پشت میز طبابت نشستند اما از یه طرف دارن معاملات ملکی انجام میدن، از اون طرف دارن بلیت سفر تفریحی به خارج رو تهیه می‌کنن. این تصویرهایی بود که ما در رادیو تلویزیون ها و در برنامه های در سریال های تلویزیونی جمهوری اسلامی بارها و بارها دیده بود. یعنی سعی در بدنام کردن کسانی که در این دوره بیشترین و بزرگترین خدمت ها رو به جامعه ایران کردن. گفته میشه گروهی از پزشکان که سهمیه داشتند و درجه دکترا گرفتن اومدن تو بیمارستان، یعنی حزب اللهی ها، بسیجی ها و از این قبیل، اینا بیشترین اثر رو داشتن در ایجاد مانع تراشی برای پرستاران و پزشکان ما. ولی برای اولین بار کادر درمانی ایران موفق شد شرافت و عزت خودش رو به نمایش بگذاره و واقعا کف دستش رو بگیره و به هموطنانش خدمت بکنه. این به نظرم یه اتفاق خیلی مهم بوده توی تاریخ معاصر ما، مخصوصا در این دوره که چشم مردم به کادر درمانی کشور بود و اینا به هیچ وجه کوتاه نیامد. خب نظر شما رو در این زمینه جویا بشه. همینطوره، حکومت اسلامی از ابتدا به عنوان یه تفکر استبداد دینی و توتالیتر و برای جاهلانه و عقب مانده با جامعه پزشکی ایران که از گذشته به هر حال می آمد برخورد مناسبی نداشت. تلاش حکومت اسلامی از همون ابتدا این بود که این جامعه رو یا اسلامی و ایدئولوژیزه بکنه یا حذف بکنه و شروع کرد. شما ببینید، مثال بزنم، همین نظام پزشکی شخصیتی مثل دکتر حفیظی رو که آن همه خدمت به نظام پزشکی کرده بود در گذشته و تلاش کرده بود نظام پزشکی رو به عنوان یک تشکل مدنی صنفی مستقل کارش رو پیش ببره، اینها دستگیر کردن، تبعید کردن، بسیاری از پزشکان رو در واقع چنین شرایطی براشون پیش آوردن چون اونها اجازه نمیدادن اینها بیان نظام پزشکی رو تبدیل بکنن به یک انجمن اسلامی و اومدن کردن. و واقعیتش هم میدونید که امثال دکتر حفیظی رو همونجور که عرض کردم زندانی و تبعید و بسیار بودن از این پزشکان و نظام پزشکی شد جای دکتر منافی و ولایتی و امثال اینها. از همون ابتدا اینها این روش رو پیش بردن، نه فقط در رابطه با همین عرصه ایدئولوژی، مسئله اعدام بسیاری از دکترها و دانشجویان پزشکی، زندانی کردنشون از همون فردای انقلاب، از رو پشت بام مدرسه علم، اینها در واقع شروع کردن با جامعه پزشکی این برخورد رو کردن. یک عرصه این گونه ای بود، یک عرصه هم همونطوری که عرض کردم برای اسلامی کردن پزشکی. شما میدونید چه کردن؟ رشته زنان مرد نباید بره، روانشناسی و روانپزشکی محدودیت هایی ایجاد کردن، حتی روی کتاب های علمی آناتومی برداشتن ماژیک کشیدن قسمت های حالت تناسلی معلوم نشه. از این کارهایی که به واقع آدم شرمش میشه مطرح بکنه، اینها با جامعه پزشکی ایران چنین کاری رو کردن، مثل دکتر کاظم سامی رو در واقع به اون شکل کشتن و پزشکان دیگری رو. بنابراین این برخوردی بود که از همون ابتدا وجود داشت. منتها جامعه پزشکی ایران هم دو دسته شده بودن واقعا، دو طیف. یک طیف همونطور که عرض کردم، طیفی که واقعا به اون سوگند پزشکی وفادار موند و به مسائل اجتماعی حساس بود، یه طیف هم پزشکان مخشوی شده و کسانی که در خدمت حکومت اسلامی بودن. این روند ادامه پیدا کرده و
الان هم ادامه داره، همین الان. منتها خب برخی از مسائل و برخی از حرکت‌ها باعث شده که اون بخش از پزشکان در واقع جایگاه خودشون رو، موقعیت خودشون رو نشون بدن، روشن بکنن و نشان بدن که چقدر با مردمن و چقدر به فکر سلامت جامعه هستن، هم از نظر جسمانی و هم از نظر روانی. ما در رابطه با بحران کرونا شاهدش هستیم. همین نامه یک نمونه هست. اون بحثایی را که آقای سروش اشاره کردید و یا بسیارانی از اینها از همون ابتدا می کردند و می کنند، اونها بحثایی است که برای دیگرانه. خود اینها سرما می خورند، تو بهترین بیمارستانهای لندن و امریکا میرن برای درمان سرماخوردگی. مثل همون آخوند بالای منبری است که در رابطه با اینکه اگر بچه‌تون رو فرش ادرار کرد، اون تیکه فرش رو پاره کنید. بعد میره خونهش میبینه خانومش پاره کرده، میگه چرا؟ میگه خب بچه ادرار کرده، تو هم بالای منبر گفتی. خب من اینو برای مردم گفتم، برای تو که نگفتم که. در واقع میخوام بگم اینها حرفایی است که برای خودشون نمیزنن، در واقع برای مردم میزنن. از بهترین امکانات پزشکی و درمانی استفاده میکنن، ولی به مردم میگن که بلایی مثل کرونا یک بلای آسمانی است و خود خداوند داده و اون رو کنترل خواهد کرد برای امتحان خودمون. بنابراین جامعه پزشکی ما، من چند تا عرصه رو با هم آوردم، درگیر این مصیبت جهالت و این مصیبت استبداد مذهبی و این توتالیتری، حکومت توتالیتری که عرض میکنم بوده و هستن. آقای دکتر نورگاه، اول میخوام بیرم خود تو شخصا علیفر ولایتی رو دیدید از نزدیک یا نه؟ نه خوشبختانه ندیدم. خب بالاخره ایشون یه پزشک فارغ التحصیل آمریکاست، پزشک اطفاله اگر اشتباه نکنم، ولی در جهات مختلف تأثیرات عجیبی داشته توی 40 سال اخیر. مثلا اسمش در تمام گروه بندی هایی که عملا توطئه های تروریستی رو شکل دادن هست در نزد پلیس بین الملل، یعنی چند عملیات تروریستی در خارج از کشور صورت گرفته، اسم علی اکبر ولایتی هم همواره بوده در هیئت مرگ، یعنی کسانی که درباره انجام این ترور تصمیم گیری کرد. این یک. دو، ایشون برهم زننده نظام پزشکی است. واقعا سیستم نظام پزشکی ایران رو کاملا به هم ریخت و سعی کردن اینا عناصر خودشون رو بگذارن. بسیاری از پزشکان بزرگی کشور رو یا از مملکت راندند، یا اونها رو تصفیه کردند، یا اونها رو خانه نشین کردند، یا اونها رو از حیز انتفاع انداخت. در سیاست خارجی چندین نقش داشته، از جمله معاملات خیانتکارانه با روس‌ها بیشترین نقش رو داشته در به اصطلاح ایجاد ارتباط بین رهبران جمهوری اسلامی و کرملین، اونا به طور مخفیانه از طریق عمان هم که میدونیم سعی کرده که با آمریکایی‌ها ارتباط مخفیانه، یعنی در جهات مختلف نقش آقای ولایتی درست علیه منافع مردم ایران بوده و مصلحت‌های ملی ما. نظر شما رو می‌خواستم به عنوان پزشک درباره همکارتون. ببینید آقای ولایتی و امثال آقای ولایتی کم نیستن تو حکومت اسلام. اینها تحصیلات به قول قدیمی ها عالیه دانشگاهی دارن با مدارج بسیار بالا. اینها خودشون ثابت کردن و ثابت میکنن که داشتن تحصیلات دانشگاهی برای آدم شعور نمیاره، شعور اجتماعی نمیاره، و میتوانن کسانی با داشتن تحصیلات بالای دانشگاهی مغزشویی بشن و تبدیل بشن به یک عنصر ایدئولوژیک فلواقع عقب مانده و جاهل. اینها در واقع اثباتگر چنین ادعایی هستن. ما البته در تاریخ همه جا داشتیم، ولی حکومت اسلامی لااقل این نکته هم از طریق امثال دکتر ولایتی و اون لاریجانی ها و دیگران نشان داده که من اینها رو طی مقاله تحت عنوان جنایتکاران تحصیل کرده آوردم و در واقع برشمردم کارهایی که اینا میکنن.
آقای ولایتی در واقع به عنوان وزیر امور خارجه در یک دوره‌ای یکی از بزرگترین کشتارهای روشنفکران و دیگراندیشان رو در خارج کشور سازمان داد. ایشون موقعی که وزیر امور خارجه بودن وزارتخانه های ایران و دفاتر دیپلماتیک جمهوری اسلامی در خارج کشور مرکز سازماندهی ترور بود و کشتار بهترین روشنفکران و میشه گفت دیگراندیشان جامعه ما. بنابراین موقعیت ایشون روشنه، چه در رابطه با به عنوان وزیر امور خارجه، چه در پست های مختلف دیگه. ایشون همونطوری که عرض کردم عملا نشون داد، یعنی نه ایشون، بقیه جنایتکاران تحصیل کرده در حکومت اسلامی نشون دادن که چقدر در واقع یک ایدئولوژی مذهبی عقب مونده میتونه اثرگذار باشه و تمام اون دانش‌ها و اون علومی رو که آدم آموخته رو کنار بزنه و از یک پزشک دارای تخصصی مثل علی اکبر ولایتی به گمان من یک فرد جنایتکار بساز. و سی هفت پست در جمهوری اسلام، یعنی از سی هفت محل حقوق میگیره. بله آقای دکتر نقلکار عزیز، دکتر نقلکار از که یه مقاله میخونم در اشپیگل همین بامداد امروز، مقاله تحلیلی سرباره اوضاع فعلی جان، چون دو دقیقه بیشتر وقت نداریم خواستم نظر شما رو جویا بشم. میگه درسته که دنیا دچار فروپاشی شده، کمر اقتصاد در بسیاری از کشورها شکسته، ما شاهد افول بسیاری از رشته های صنعتی در دنیا هستیم، به ویژه توریسم و همینطور بسیاری از واحدهای تولیدی، بسیاری از بانک ها در دنیا و مؤسسات مالی در آستانه برشکست کرد و و و تمام این به اصطلاح پیامدهای دوران شیوع ویروس کرونا رو برمی‌شمونه. اما در نهایت نتیجه‌گیری میکنه که دنیای آینده که از حالا کلید خورده دنیای دیگری است، دنیای بهتری است، یعنی میتونه دنیای خیلی بهتری باشه. بخوام در این یه فاصله خیلی کم که داریم نظر شما رو جویا بشم، شما خوشبین هستین نسبت به دنیا آینده؟ من همین گونه فکر میکنم. البته مسئله ویروس کرونا و این اتفاقی که افتاده مسئله کوچیکی نیست، واقعا داریم شاهدیم که چه پیامدهایی داشته، ولی من هم خوشبینم. بشر از این نوع فجایع بسیار دیده، پشت سر گذاشته و با تغییراتی به سمت بهتر شدن حرکت کرده. من امیدوارم چنین بشه و هر چه زودتر غلبه کرد بر این فاجعه. تشکر می‌کنم از حضور شما آقای دکتر مسعود نقلکار، رمان‌نویس، پزشک. تشکر می‌کنم از رضا کیهان که برنامه رو هدایت کرد. منم از شما تشکر.